گریه و ناله پدر رضایی سهیل احمدی. او توان دوری پسر که بیش از 5 ماه بزرگ کرده را ندارد. بعد از 7 هفته مذاکره و التماس دوباره به خانوادهش تسلیم میکند. درود و مهر تقدیمتان ما در مورد تحویل دادن طفل گم شده ای که در روند تخلیه جا مانده بود و توسط یک راننده تاکسی بزرگ شده بود میپردازید. پس تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید، اما فراموش نکنید جهت حمایت از کانال ما ویدیوهای ما را لایک و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. تصویری که میبینید لحظه طویل نوزاد گم شده در فرودگاه کابل با پدرکلانش هست. این نوزاد را یک راننده تاکسی در روند تخلیه میدان هوایی کابل پیدا کرد و با گفته خودش وقت موفق به یافتن والدین این نوزاد نشد، تصمیم گرفت سرپرستیش را بر عهده گیرد. عزیز، ما امروز میزبان محمد عابد جان بودیم، طفلک گمشده‌ای که در روند تخلیه در فرودگاه میدان هوایی کابل جا مانده بود و فعلا هم جیگرک شده. ببینیم فردی که این کودک را پیدا کرده بود حمید نام دارد که در کابل تاکسی رانی میکند. او زمانی که سهیل را در حال گریه کردن در میدان هوایی کابل بود و ای را با خود به خانه برد. پس از حدود 5 ماه این کودک را دوباره به خانوادهش تسلیم کرده است. پدر این کودک در اوایل نوامبر به رویترز گفته بود که در حوج ناامیدی سهیل را از دیوار فرودگاه به سرباز یونیفرم پوشی که معتقد بود آمریکایی است سپرده بود. او انتظار داشت به زودی 5 متر باقی مسیر ورودی میدان هوایی را طی کند و دوباره کودکش را بگیرد، اما موفق به این کار نشد. تاکسیران کابل که با مشکلات فراوان این کودک را بزرگ کرده بود با گریه و فریاد دوباره تسلیم کرد. دوستای گرامی، نظریاتتان را در این مورد در کامنت بنویسید و همچنان فراموش نکنید اگر عضویت در کانال ما ندارید با فشار دادن کلید سابسکرایب عضو دائمی کانال ما باشید. تا دیدار بعد، هلای پاک نگهدارتان.